هم معلوم نیست. وقتی بازی های دیزنی و ایناست، من وقتی که این ویدیوها رو میسازم واقعا نمیخوام که زندگی شخصی خودم رو خیلی نشون بدم و اینا، از این مسیر استفاده میکنم واسه این که وقتی شما شخصی میکنید داستانگویی رو واسه این مخاطب خیلی جذاب تره. به خاطر این هستش که جاهایی که میرم و نشون میدم یا درباره زندگی خودم صحبت میکنم و اینا، به خاطر اینکه جذاب تر میشه. 3-4 روز پیش من به دلایل زیادی، برای همه پیش میاد دیگه، بیشترش به خاطر تنهایی، خیلی غمگین بودم واقعا. نه تنهایی نبودن یک نفر دیگه لزوما، تنهایی که به هر حال آدما تو زندگیشون دارن دیگه، و خیلی ناراحت بودم و اینا. یه دیشب اصلا تصمیم گرفتم که از تیرانا بزنم بیرون یهویی، و گفتم صبح پا میشم یه ماشین میرم میزنم بیرون، و خیلی غمگین بودم. تو مسیرم که میومدم واقعا خیلی غمگین بودم و اینا، و تا اینکه اومدم اینجا رسیدم و این ویدیو رو دیدم و اینا، همه چیز یهو تغییر کرد. اینکه من مثلا من میتونم بشنم اینجا با یه لپتاپی از هر جایی کار کنم خیلی باحال بود دیگه، خیلی باحاله واقعا. خاطر اینکه من سالها، واقعا سالها، نزدیک 18 20 سال الان، همیشه با وجود اینکه کار خبر میکردم و همیشه هم همین شکلی بوده تقریبا کار من، ولی خیلی وقت من باید حتما برم میگشتم به یه جایی و میموندم. الان این شکلی نیست و این آزادیه رو دارم، خیلی جالبه واسه خودم که هر لحظه هر جایی که بخوام باشم میتونم باشم. و بعضی وقت بد نیستش که آدم یه یادآوری به خودش بکنه که یه سری چیزا داره تو زندگی که خیلی های دیگه ممکنه نداشته باشنش، و نباید خیلی غمگین باشه کلا و اینا. و گفتم اینا بهتون شیر کنم. میگم چیزای شخصی رو خیلی من دوست ندارم شیر کنم، ولی دیگه این بد نبود که بگم. الان هم که داریم با شما صحبت میکنیم، یه شوتینگ توی آلاباما اتفاق افتاد که من منتظر عکسشم. امریکای عجیب و غریب. گفتم اینم بهتون بگم، لطفا سابسکرایب کنید. سابسکرایب کن بابام جان، قربون شکلت برم. سابسکرایب کن. سابسکرایب نکنی من پامشم میرم. یهو دیدی دیگه ویدیو نیومد. سابسکرایب کن. نه ویدیو که میسازم، ولی سابسکرایب کن دیگه با هم باشیم. 10,000 تا رد بشه کیفیت یهو میره بالاتر، خیلی 100,000 تا رد شه دیگه اصلا ترکونم دیگه، یعنی اصلا همه دفتر دستی رو جمع میکنیم فقط ویدیو. بریم بقیش. من کار میکنم شرمنده این دو سه روز آینده که اینجا هستم باید کار کنم، ولی سعی میکنم لابلاش اینجا چیز کنم. باز دوباره من 4 روز اینجا مونده، بمیستید که از این شهر به من چیز نشون ندی فلان این حرفا. توی این مدت محدود من دیگه سعی میکنم که این کارو بکنم دیگه. خودتونم خواستید من حرف زیاد بزنم و ادیتای اون شکلی میکردم، نخواستید ادیتای طولانی الان اینجوری. چاکرین. قیمت اتوبوس از تیرانا تا مونتنگرو تا اونجایی که من میخوام برم توش کتوره 6 ساعت طول میکشه، قیمتش هم هر طرف 35 یوروه، کلا میشه 70 یورو. این ماشین بود 90 دلار از کای 80 خورده ای. مکسنس میکرد که خب مقطعا ماشین خودتو داشته باشی، من 4 روز میرم اونجا بتونم هر جایی که میخوام بگردم و اینا، جزیره و اینا هم زیاد داره، بد نیست آدم بتونه بگرده. ولی یه ماشینی به من داده که داغون، آینه کار نمیکنه، نمیدونم USB نمیخوره دیگه، از این AUX های قدیمیه. خلاصه رسیدن من تا اونجا مکافاته. بعد اون ماشینه انقدر یواش میرفت، اومدم سبقت بگیرم، پلیس هم همونجا باشته بود. نگه داشت. هلو های سر ایرشن داد ام گوین تو مونتنگرو اند ام وری لیت چکر کامر ایز اوکی دون وری باید. خلاصه یه جوری اومدم از زیرش بیرون دیگه، هی با زبون بلد نیستم و نمیدونم فلان و اینا. آخرش هم میگه که پول قهوه به من میدی، پول کافی. گفتم تو روز روشن واسه دیگه از من همین مونده دیگه، فقط به جرم رشوه دادن ما رو بگیرن. به خدا. اوکی بریم بقیه‌اش. داستانی بود اولش. اخ. کشور 61
که این مسیر رو که از سمت مونتانا با مرز رد میکنه که جادهش بسیار بده، اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم تو شب و اینا بخواد رانندگی کنید. 13-14 تا جای خیلی خوشگل هست توی مونتانگرو که آدم ها وای میستن و اینا. بهترینش اون چیزی که من سرس کردم و حالا به سلیقه من میخورد یه جایی به نام کوتور، KOTOR، و یه دونه اون خیلی خوبه، یه دونه اینجا که اسمش بودواه، BUDVA. بودوا و کوتور اون دوتایی هستن که خیلی تعریف میکنن و اینا و بسیار زیبان دیگه. آماده ای؟ ویو رو نشون بدم بهتون؟ آره نه؟ هم یه رستوران وسط راه ریان رستوران خستگی بگیرم یه خورده. یه ساعت و 10 دقیقه دیگه هم کارم رو شروع کنم، 20 دقیقه هم تا اونجا فرصت دارم که برسم، هنوزم هتل نگرفتم باور کنید یا نه. حیفه که اینجا بالا نبینید، من یه پرواز بودم اینو. تا من پرواز میکنم موسیقی روی این تصاویر زیبا میاد، لطفاً سابسکرایب کنید، کشتید منو، لطفاً سابسکرایب کنید، سابسکرایب کنید دیگه، حال کنیم با هم دیگه، دور هم دیگه باشیم، موسیقی رو حال کنید و تصاویر زیبا از اینجا به علاوه سابسکرایب. الان میام. بعضی وقتا یه سه چیزا باحال میشه، مثلا هتل کرایه نکرده بودم، رزرو نکرده بودم، اومدم اینجا ببینم که چه شکلی، یه جای باحال گرفتم. خوبیش اینه که خیلی ارزونه، بعدیش اینه که هاستله، تا 4 نفر میتونن همخونه من باشن. فعلا یه نفر مثل این که بیشتر هم نیست تا این چند روزی که من اینجا هستم، ولی جاش حرف نداره. اوکی، این قلعه شهره، من دوربین اونوری میچرخونم، شما که دارید این قلعه رو نگاه میکنید روش، من توضیحات در مورد این شهر میدم که هی دیگه من رو نگاه نکنید، اون سمتی رو نگاه کنید، فکر کنم شاید بهترم باشه واسه تو. روی آنلاین که من چک کردم همه جا میگفتن که بیاد این شهر کوتور و من خیلی خوشحالم که موافقت کردم و اومدم اینجا، چون توی همه شهرهایی که توی مسیر دیدم کوتور که همینجا باشه از همه جا بالتره. یه سری چیزا رو توی ذهنتون فقط داشته باشید. موضوع اول این که به محض این که وارد مونتنگرو که بشید 24 ساعت وقت دارید که خودتون رو به اداره پلیس معرفی کنید و برای هر روزی که توی این کشور میمونید باید 1 یورو مالیات روزانه شهری رو بدید. اگر هتل بگیرید و ایر بی ام بی نباشه، اگه هتل بگیرید موقع این که پاسپورت شما رو چک میکنن همونجا شما رجیستر میکنن، دیگه لازم نیست به اداره پلیس. سالها پیش باید این کار رو انجام میدادی. این موضوعی که باحاله از اول. موضوع بعد این که به نظر من اگر غنی هستید یا اگه اوکید که ماشین بگیرید فکر بدی نیست، ولی اگه من میدونستم که این شکلیه و قراره بیام ماشین رو پارک کنم و جای دیگه نرم، احتمالا با همون اتوبوس میومدم، به خاطر اینکه بنزین به شدت گرونه اینجا و کرایه ماشینم اصلا ارزون نیست. اینم یه موضوع دیگه در مورد آوردن ماشین اینجا. چه باحال این. Hi. Hi. How are you? Hi. اینجا هم مثل این که معروفه به این که میدون گربه ها داره توش، یه جایی که مثل این گربه خیلی زیاده تو این قلعه قدیمی، مثل اینکه یه سر را میبینیم این مثل گربه. خب
خودتون گفته بودید دیگه، چیزای طولانی این شکلی میخواد که شهر رو ببینید و روش اطلاعات باشه و اینا. دیگه من این شکلی دارم انجامش میدم، کاتاشو کمتر کردم، ویدیو یه خود طولانی تره. No idea. I'll charge you $20. How do you want it? Oh, okay. I thought you guys wanted to jump in. Oh, this is on a timer, that's why. It's on timer still, yes. There you go. There you go. You guys look fantastic. Thank look, you. Is that good? Awesome. Yeah. Thanks. Did you guys scuba dive? No, when we were in the canyon. Cool. Have fun. حال دیجاش نه؟ کوپ ونیسه، اگه ونیس ایتالیا رفته باشید خیلی شبیه به اینجا، اینجا با هم دیگه شباهت دارن و واسه مثلا وکیشن های چند روزه خیلی باحاله بشینی مثلا با خانواده و معشوقت و اینا بشینی مشروبی بخوری، گپی بزنی و اینا، جای باحالیه واسه موندنش. خیلی اروپاییه، خیلی اروپاییه و باحاله دیگه. این دیالت تور طولانی، حالا بریم از بالا، ادیتای محمد خیرخواهی از بالا، درون و موسیقی و اینا. دوباره سابسکرایب کنید، کشتید منو، سابسکرایب کنید. شهر از 10:09، عالی. I'm good, how are you? Yes. Are you leaving? Yes, I am flying home. Oh. Yeah. It's beautiful outside. I know, it's stunning. You see the clouds. It's like crazy. I woke up by the sound of the birds. Oh. It was like in movies. Oh. Crazy. Have a safe trip. Thank you. Goodbye. Awesome. You too. شما بخیر. چه خوابی کردیم آقا من. یه نفرم بیشتر تو اتاق من نبود. صبحم با این صدا من بیدار شدم. ویو رو ببین. اصلا فکر کنم اشتباه کردم من ماشین آوردم اینجا، باید پیشتر میموندم. نگاه کن ویو رو نکن. ساعت 7:35، من ساعت 2 ظهر معمولا کارم شروع میشه تا 1:35، 5 ساعت حدودا الان وقت دارم که اینجا رو به دوباره بهتون نشون بدم، یه اطلاعات بهتون بدم و اینا. اگه دوباره تونتونی و هولی هستش و اینا یه ذره عذرخواهی میکنم دیگه، بخاطر اینکه وقت فشرده است، بخاطر اینکه کار میکنم و این شکلی میشه. یه ذره هم واقعا از شما بخواید باید چیز میکنم، باید ماشین رو نمیگرفتم، با اتوبوس میومدم اینجا که لیاز داشته باشه که دوباره برگردم تیرانا و اینا. بعد از تیرانا هم واقعا نمیدونم کجا میخوام برم، فقط دارم ماشین میبرم فرودگاه، بعدش ببینم که پرواز هر جا بود میگیرم میرم دیگه. تا اینجا تو مونتنگرو قرار بیام ببینم، بعد از اونش برنامه نبود، قرار بود برم مراکش، شاید برم مراکش، شاید برم استانبول، نمیدونم ببینم چی جوری میشه. خلاص اینجا دیگه با هم دیگه نقابه.
اوکی، بیا درسامون رو با هم دیگه یه نوری بکنیم. یک، اینکه اگر از تیرانا میاد به سمت مونتنگرو و میخواد ماشین بگیرید، بهتون پیشنهاد نمیکنم، به خاطر اینکه جادهش خیلی جاده بدیه. اتوبوس هم اگه بخواید بگیرید نزدیک 8 ساعت طول میکشه به خاطر همون جاده بعد. الان میفهمم چرا اینقدر طول میکشه، به خاطر اینکه نزدیک 200 خورده کیلومتر بیشتر نیست فاصله شون. اینو حواستون باشه. بهترین راهش با وجود اینکه یه فرودگاه خیلی کوچولو هم داره، بنظرن نشستن تو فرودگاهش، از فرودگاهش تا اینجا 15 دقیقه است با ماشین. این موضوع اول. دو، به محض اینکه رسیدید توی مونتنگرو، کشور مونتنگرو، هر جاش که باشید، از موقعی که میرسید 24 ساعت فرصت دارید که به اداره پلیس و خودتون و اسمتون رو ثبت کنید. واسه هر 24 ساعتی که میمونید یک یورو باید تکس شهری یا مالیات شهری یا کشوری بدید. اگر میرید هتل یا بعضی از ایر بی ام بی ها، اونا خودشون براتون انجام میدن اون کار رجیستریشن و اینا، دیگه لازم نیست به اداره پلیس و اینا برید و پولم همونجا ازتون میگیرن، دیگه هیچ مشکلی نیست. موقعی که از مرز میخواید بیاد بیرون، اگر این کار نکرده باشید یه فاین خیلی، یه چی میگن، جریمه خیلی بزرگی باید بدید. اینو حواستون باشه. خلاصه شهر و کشور بسیار امنه، یعنی اصلا از لحاظ امنیت گفتم هر جندری که هستید، مرد، ترنسجندر، زن، هر چیزی که هستید، بسیار جای امنیه. از لحاظ امنیت و اینا هیچ مشکلی وجود نداره واسش. دیگه که گرونی و ارزونیش، کشور گرونی نیست اصلا، از تیرانا اینجا خیلی ارزون تره. تیرانا واقعا گرون بود، من اینو باید بهتر میگفتم تو اون یکی ویدیو قبلی، اگه ندیدید اینجا میذارمش، ولی جای گرون نیست. بلند یورو هم باید خرج کنید دیگه. سابسکرایب کنید، لطفا سابسکرایب کنید. او از اون جایی که میاد، همون جایی که گفتم سر مستر بیاد بالا، نزدیک 14-15 تا جای مختلف هست و همینطور که به سمت بالا میرید از توی این خلیج کتور میاد بیرون، لینکش میدم اونم پایین. به نظر من کتور از همه جا بهتر، یه جای دنج باحالیه که ساکت و شیک و پیک و جگولی بگولی و ایناست. اگه مثلا یه جای شهری تر و اینا بخواد، اون بودوار و اینا، جاهای دیگه که اونجا لینکش دوباره پایین میدم، اونجا جای بدی نیست که بخواد نگاه بندازید. و اینجا رو من خیلی مثلا به جا بیشتر دوست داشتم. کوچولوه دیگه، مثلا واسه چند روز است و الله حوصله‌تون دوباره سر میره. اینم از درس امروز ما. دیگه چیز دیگه نمون دیگه. نه، فکر کنم همین است. ساعت 7:44 دقیقه صبح هم است. اینجوری ها شهر. ساعت 12 باز میکنه، ساعت 10 شب هم میبنده دیگه. اینجوری حال میکنه بالا، ولی طبیعت در مورد اون قضیه تنهایی هم یه ویدیو هنوز دارم مینویسمش، اسمش هست در ستایش تنهایی. اومد بیرون، حالا میاد بیرون دیگه، میبینیدش موقعی که کامل شد و به دلم نشست. خیلی باحال اینجا، خیلی خوشم میاد ازش. آقا هاستلم اگه خواستید بمونید، این هاستل پوپا فوق‌العاده است، فوق‌العاده. من اسپانسر اینا نیست ولی عالیه، هم قیمت ارزون 14 دلار شبی و همین که خیلی باحال دیگه. مختلط هم هست اگه بخواد حال میکنید با مختلط خوابیدن و اینا، اینجا مختلط. یه چیز دیگه هم در مورد قیمت ها یادم رفت بهتون بگم. این خانومی که رسپشن ما بود توی همین هاستله دیشب میگفتش که این جایی که من 14-15 دلار شبی گرفتم، اتاقی که با 4 نفر دیگه شیر میکنی، اگر توی های سیزنش که زمان تابستون حدودن بیای، شبی 71 یوروه. خلاصه آف سیزن بیاید. How you doing, Holly? Hey buddy. Hi. روز آخر رفتن از مونتنگرو به سمت تیرانا،
و گفتم که قبل از اینکه کارم شروع شه 5 بعد از ظهر من امروز کار میکنم تا 1 شب داغونم، 6 صبح من باید با بیفتم رانندگی کنم برم ماشین رو پس بدم. گفتم بیام یه هایکی اینجا بزنیم این قلعه رو از بالا ببینیم. میخوای ببینی شاید بالام 23 تا طبقه ساعت میگه که من اومدم بالا. برنامه اینه که برم بالا این قلعه و این ویو فوق‌العاده رو بهتون بدم. الان با دیارون رو بلند میکنم ببینید که من چقدر اومدم بالا. مثل اینکه محلی های خود اینجا چون این قلعه رو باید 7 دلار 7 یورو بهش بدی که بتونی واردش بشی، از این مسیر میان. بعد یه پنجره کوچولو داره از توش میتونی بری داخل قلعه، کسی هم کاری نداره. مثل اینکه دیروز یه نفر رو گرفتن ولی میخوام سعی کنم که ببینم که میتونم برم توش یا نه. خود محلی ها هم انجامش میدن ها، فکر نکنید که من از این ایرانی بازی و از این داستانا نیست. خلاصه 7 دلار بدی یه دونه ساختمان قدیمی رو ببینید که چی بشه آخه. بعد باحالیش هم اینه که چند صد سال پیش اینو ساختن و اون موقع کلی آدم کشته شده و نیزه و فلان. یه الان با یه دیران 200 دلاری اینجوری میری قشنگ همه جا رو میتونی نگاه کنی. تکنولوژی خیلی باحاله. خلاصه باشه بیا دیران نشونتون بدم. واقعا لازم نیستش که من این دوربین 4 کیلویی و درون و اینجوری سر بیارم این بالا، میتونم با موبایل ضبط کنم. ولی به خاطر کیفیت و احترامی که به مخاطب قائلم این کارو میکنم. لطفا سابسکرایب کنید دیگه، من همه جور دارم مایه میذارم دیگه. نزدیک داره میشه به این نردبونی که بریم داخل این قلعه. سابسکرایب کنید خلاصه، لطفا سابسکرایب کنید. آخرش دیگه یا الله سلام علیکم. کاملا ارزشش رو داشت. این خلیج کوتور مونتونگرو دیگه من واقعا پیشنهاد نمیکنم. یه چیزی هستش که حتما به نظر من اگه تونستید بیاد به سر بزنید، فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده. من کاستاریکا زیباترین جایی بود که تو زندگیم دیده بودم. اینجا واقعا زیباست، فوق‌العاده است. یعنی از کاستاریکا رفت به نظر من بالاتر. فکر کنم اینجا زیباترین جاییه که تو زندگیم من دیدم. یه حالا که اینجا هستیم یه توضیح هم بهتون بدم. این شکلی اگه برید مستقیم میخواید به اون کفش ایتالیا هست اون پایینش، یعنی من اینجا اون کفش ایتالیا هست. اگه مستقیم برید این سمتی که برید میخواید به کرواسی و اونجوری هم برید میخواید به فرانسه. این برم که دیگه یونان و این هست دیگه. چاره کردم مالا اینا. خلاص اینم یه سری توضیحات دوباره که اینجا بدین، حتما بیایید، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. یا زیباست واقعا. همیشه هم دیدیم یه کوه و اینا نفس نفس تو اون بالا، بعد یه بچه 2 ساله داره میاد بالا، قشنگ پیر شدن رو میفهمی. فوق‌العاده است. آخره بارون بگیر، زود بریم پایین. سابسکرایب کنید. سیکستی فلورز، 60 طبقه، 60 طبقه رفتم بالا امروز. این است خودرو ملی ساخت قزوین. حالشو ببر. Subscribe. Thank you. شیش یورو سیفیه. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید. خیلی مخلصیم. لطفا سابسکرایب کنید. کامنت بذارید اینجا، کامنت های باحال. کامنت هاتون من میخونم، خیلی خوشحال میشم واقعا. و لایک بزنید، به دوستاتون شیر کنید. نمیدونم قضیه چی، الگوریتم یوتیوب نشون نمیده و اینا. این کمک شما نیاز داره دیگه، والله فایده یخته، فایده نداره. لطفا سابسکرایب کنید و شیر کنید و اینا. چاکرم، میبینمتون خیلی زود. به امید
حق جا کریم. بیه نرو بیه. خب پشت رفتی من چیکار کنم؟ بیه. این شهر رو از بالا که نگاه میکنی هی تو ذهن من میاد که یه آهنگ فرانسوی روش بذارم جابابو، ولی در واقع هوا هوای شجر و لطفیه.